أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله. السلام عليك يا فاطمة المعصومة. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما مؤمنین، برادران و خواهران، و عرض تبریک دارم به مناسبت ایام ولادت بی بی دو عالم حضرت زینب سلام الله علیها، و پیشا پیش فرارسیدن ایام فاطمیه را محضر همه شما تسلیت عرض میکنم. یکی از خطبه های بسیار زیبایی که جا دارد همه ما بارهای بار اون را بخوانیم، مطالعه بکنیم و از اون درس بگیریم و پند بگیریم، خطبه آقا امام علی علیه السلام که به نام خطبه متقین معروف هست، که داستانش طولانی هست، که حدود 110 صفت از صفات مؤمنین در اونجا بیان شده است. یکی از اون صفات می‌فرماید و فی المکاره صبور. انسان مؤمن در سختی‌ها صبور هست، صبر دارد. واقعاً اگر ما آیات و روایات رو بررسی بکنیم درباره صبر و اون شیرینی و حلاوتی که در صبر هست، در هیچ چیز نیست. که داریم در روایتی که صبر ابتدایش تلخ است، ولی وقتی مدتی از اون میگذرد خیلی شیرین میشود. شما دیدید یک وقتی کسی به شما اهانت میکند، چیزی میگوید، شما میتوانید دو عکس العمل رو انجام بدهید. یکی این که فوراً به او یک جواب بدهید و یا جواب بالاتر از اون بدهید. خب اون هم همینطور ادامه میدهد و کار به نزاع و دفاع و فیزیکی و به اصطلاح اینها شاید برسد. ولی یک وقت است که صبر میکنید، میبینید که اون طرف بعداً شرمنده میشود، عذرخواهی میکند. و یا در سختی های زندگی هم همینطور، اگر انسان صبر پیشه بکند، میبینید که اون حلاوت و شیرینیش ماندگار میشود. چنانچه در زندگی و سیره علما و بزرگان و ائمه اطهار علیهم السلام، به ویژه حضرت زینب سلام الله علیها، این صبر رو به خوبی مشاهده میکنید. خب این بحث رو که قرآن هم میفرماید ان الله مع الصابرین، خدا با صبر کنندگان هست. اگر انسان صبر بکند، خب خدا همه چیز را جبران میکند. و حضرت زینب سلام الله علیها هم این مقام صبر و این مقام بزرگ صبر رو رسید که در حلقه قبل خدمت شما به عرض رساندم. مطلب دومی رو که میخواهم اشاره بکنم این هست که آقا امام علی علیه السلام در ادامه میفرماید و فرخاء شکور. این مهمتر هست، یعنی صبر مهم هست، ولی این خیلی مهمتر و مبتلابه هست برای دوستان ما که در کشورهای غربی زندگی میکنن. فرمودن انسان مؤمن انسانی است که در وقت رخا یعنی آسایش، اینها شاکر خدا هستند. اینها برعکس نمیشوند که کفران نعمت بکنن. متاسفانه الان یک تعداد از کسانی که مؤمن بودند، وقتی در سختی و مشکلات بودند، بالاخره یک جوری سپری کردند، با صبوری، با تلاش، با پشتکار، بالاخره زندگی رو گذراندند. ولی وقتی به آسایش رسیدند، اون وقت
آمدن از معنویات کم کردن. کسانی بوده است در همین افغانستان که در جنگ‌ها، در جنگ‌های داخلی به خصوص، دعای کمیل و توسل و دعاهای متعدد، قرآن، نذر، نیاز، ولی وقتی پایشان رسید به یک جای امنی دیگه تمام شد. یا اونهایی که در کشتی‌ها سوار شدند و رفتن خارج، همینطور در کشتی‌ها دعا و نذر و نذور و نیاز و اینها، یا حتی در اون جاهام که رسیدن خیلی ها با ما صحبت میکردن، از آشنایان ما، وقتی که هنوز پرونده اونها و کیس اونها قبول نشده بود، نظر و نیاز و دعا و ارتباط با خدا، بعد به مجردی که ویزه دائمی گرفتن یا بعدن که سیتیزن گرفتن تمام شد. این درخا باید، در وقتی که انسان پول دارد باید بیشتر خدا رو شکر بکند، نه اینکه خدا رو منکر بشود و یا از امور معنوی خودش را دور بکند. چنانچه یکی دو تا داستان را عرض بکنم و انشاءالله التماس دعا. در صدر اسلام این داستان را شما بلد هستید، ولی به عنوان تکرار عرض میکنم. شخصی بود فقیر، آمد خدمت پیامبر گرامی اسلام و عرض کرد: یا رسول الله، من خیلی مشکلات مادی دارم. پیامبر گرامی اسلام فرمودن همین رو شکر بکن، درست است. خب اصرار کرد. بالاخره پیامبر گرامی اسلام یک چند درهمی به ایشان قرض داد و به عنوان قرض الحسنه این هم گرفت و حالا گوسفند را یا گوسفندان را خریداری کرد و شروع کرد به تجارت گوسفند و گوسفندداری و مال و این چیزها. خب کارش رونق گرفت. این پنج وقت پشت سر پیامبر گرامی اسلام نماز میخوان. کم کم مثلا نماز صبح و مغرب و عشا را میامد، نماز ظهر و عصر را نمیرسید، نمیامد. بعدن کم کم همینطور خسته می شد، مغرب و عشا هم نمی اومد، بعضن به حساب در رکعت دوم می رسید، بعضن نماز صبح و کم کم کار به جایی رسید که نتوانست، این مالهایش زیاد شده بود، در مدینه کنترل بکنه. در خارج مدینه رفت و فقط جمعه ها می آمد برای نماز جمعه، که اینها رو ما عینه می بینیم الان در کشورهای غربی. بعضیا بود که با فقر و بیچارگی و ناداری در افغانستان یا در ایران در نماز جماعت و جمعه و اینها شرکت میکرد، الان با تمام اون رفاه و آسایش، به خاطر که یک مدل ماشینش بیشتر بشود، یک مقدار موبایلش به حساب یا خانهش رو وسعت بدهد، نه اینکه احتیاج غذایی داشته باشه. میبینید در خیلی از برنامه ها نمیاد، حتی در نماز جمعه هم نمیرسد. خب این در نماز جمعه هم دیگه بعدن نمیرسید. آیه زکات آمد که قرآن دستور میدهد که خود من اموالهم، از اموال اونها زکات بگیر. پیامبر رو دستور میدهد خداوند که اونها تسکیه بشود. این آیه زکات که نازل شد، پیامبر گرامی اسلام فرستاده ای را فرستاد که شما برید زکات اون را حساب کنید. زکات را منکر شد، گفت نه، این که جزیه است، مال کفار هست، من که مسلمان هستم، بهانه آورد. و بعد از مدتی پشیمان شد، آمد که زکاتش رو بپردازد. پیامبر قبول نفرمودند، چون دیگه اینطوری نیست که منت بگذارد. خمس دادن هم یک توفیق میخواهد، از هر کسی ائمه اطهار هم قبول نمیکند. اونی که موفق نمیشود که خمس بدهد، یک دلیلش این هست که مالش مشکل دارد، یعنی مال پاک باید برود پیش امام زمان، و دوم این که این اموال در اون مرتبه نیست که بر امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف نسبت داده شود. اینا را آدم باید خیلی درک بکند. خب این آقا حتی خلفای بعد هم ازش نپذیرفتند. داستان دومی را که من
خدمت شما میخواهم کوتاه عرض بکنم. داستان عبدالملک ابن مروان هست که ایشان قبل از اینی که به خلافت برسد حلیف المسجد بود، حلیف القرآن بود، ملقب به کبوتر مسجد بود. اون قدر در مسجد می نشست و قرآن می خوان که حالا به تعبیر ما به زور اون را از قرآن جدا می کردن که بیا غذا بخور، اینقدر، با اینکه پسر خلیفه بود و همیشه در مجالس قرآن حاضر بود. ولی همینی که در حال قرآن خواندن در مسجد بود، برش خبر دادن که پدرت کشته شد و از دنیا رفت و خلافت به تو رسید. همون جا میگد قرآن را پیچید و در همون مسجد گفت هادا فراق بینی و بینک، الان دیگه من و تو جدا شدیم و من با تو کاری ندارم. و واقعا هم همینطور شد. از همون جا که بلند شد و ردای خلافت بر تن کرد که رخا و آسایش و آرامش برایش به دست آمد، اون قدر جنایت کرد که به نام خلیفه خونریز معروف هست. چقدر جنایات هولناکی را در تاریخ ثبت است که مرتکب شد. خب لذاست که ما باید پند بگیریم و این صفت رو در خود نهادینه بکنیم که در دوران رخا و آسایش ما بیشتر باید توجه به خدا بکنیم، شکر بکنیم خدا را که خدا این نعمت را داده است. و شکر فقط لسانی نیست که بگیم شکرن لله، نه، شکر هر چیز با همون عملش است. شکر مال با اول اینی که با اینی که وجوهاتش، اگر زکاتی هست، خمسش هست، بپردازیم، این که واجب هست، و بعدش انفاق بکنیم برای دیگران، برای مستضعفین، برای بیچارگان، برای کسی که به یک نان خشک محتاج هستند. من بارهای بار عرض میکنم به انسانیت اون افراد انسان باید شک بکند که خانه های بسیار بزرگ و قصرها و اینها درست میکند، ماشین های خیلی مدل بالا میخرد، غذاهای چند نوع درست میکند، در حالی که صدای فقرا و بیچارگان و مظلومین و کودکان و یتیمها بلند هست. اگر اینها دسترسی به اینترنت ندارند، که بله شاید ندانند، ولی همه میدانند، همه دسترسی دارند، و چی ما بخواهیم چی نخواهیم در فیسبوک ها و در یوتیوب و کانال های دیگر این صدای فقرا بلند هست که به یک نان خشک اونها محتاج است، و این طرف ما بیاییم و این همه اسراف بکنیم. لذاست که ما باید ظرفیت خود را بالا ببریم و در وقت رخا و آسایش و آرامش و نعمات الهی که اگر بر ما رو کرد، ما باید خودمان را گم نکنیم و شاکر باشیم و به اندازه مصرف بکنیم و ما بقی رو انفاق بکنیم. خداوند انشاءالله این توفیق را به ما عنایت بگرداند. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین.